هستین، خسته نباشید. خب تلفن اومد. بیننده عزیز سلام عرض کردم، از ایران سیل رو خط هستین شما، 937. خانم سلام عرض شد، خسته نباشی، سلامت باشی، ممنونم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم خانم، خوبی شما؟ عذر میخوام، من امروز اولین باره برنامه شما رو میبینم. شما لطف کردید برنامه من رو نگاه کردید، مرسی عزیزم، خواهش میکنم. اولی که خیلی خیلی با نمکی، خوردم دستتون در نکنه، فراتون بشم، شرمنده. من میخواستم اینم راهنمایی کنم چطوریه. ببین عزیزم، من برنامه... شوهرم و پسرم هنوز 18 نشده. ببین عزیزم، برنامه اینجا خارج کردن هموطنان از ایران هستش به خاطر شرایط بحرانی که در حال حاضر وجود داره و داره بدتر و بدتر و بدتر میشه. ما میخواییم برنامه بیاریم اینجا که شما بتونید خارج بشین و بعد در یک کشور خوبی مثل کانادا مثلا اقامت دار بشین، زندگی خوبی رو اونجا تشکیل بدین، درآمد خوب، پسرتون هم اونجا سلامتی بره دانشکده، یک مهندس یا دکتری بشه و اونجا موندگار بشه. این کار رو من براتون میتونم انجام بدم. بله، یه قیمتی داره این کار که در حال حاضر قیمت روی 32 میلیون تومان نفری میچرخه. با این 32 میلیون تومان، بله 32 میلیون تومان در میاد نفری که نصفش رو اول به عنوان پیش پرداخت میپردازین، نصف دیگرش هم در ارمنستان بعد از که ویزا در اومد به کارگزار ما میپردازین. این میشه ویزا. یه مبلغ دیگه هم باید در نظر بگیرین که در کشور مقصد که کانادا باشه بابت دریافت اقامت دائم و موندگاری اونجا به کارگزار وکیل ما آقای میرسپاسی باید بپردازی به طور اقساط 2 ساله بعد از که کار انجام شد. بعد از که کار انجام شد. بله، یعنی کلا ما 3 نفر با 130-140 میلیون میتونیم میشه قشنگ تا کانادا بیایم. میشه عزیزم، میشه. بله، 3 تا 32 تومن به علاوه یه مبلغی هم داشته باشید برای خرج مخارج میتونید عزیزم. من حقیقت شوهرم تو منطقه آزاد آبادان پیمانکاری میگیره دیگه. بله. الان اینقدر شهر به هم ریخته، مملکت الان یک سال و نیم بیکاره. بله متاسفانه این اتفاق خیلی زیاده. من گفتم پسرم چون به احتمال زیاد سال دیگه 18 سالش میشه، گفتم زودتر از ایران درش بیارم. هرچی زودتر خانم، هرچی زودتر، به خاطر اینکه احتمال جنگ هست و خدا نکرده، من خوش ندارم که پسر شما در همچین جنگی خدا نکرده مشمول بشه. بله عزیزم. بله بعد عذر میخوام، میگم کانادا مثلا ارزون تر در میاد یا سوئد؟ من برای نمیخوام تو کشور غریبی یه دستمون خالی بشه. بله ببینید عزیزم، شما تشریف ببرید فرق نمیکنه، قیمت ها یکسانه. بعد از که تشریف بردید و اقامت گرفتین دولت به شما کمک هزینه میکنه. بله. تا انشالله کار یاد بگیرید، مشغول به کار بشید، نفری 10 میلیون به پول ایران به شما کمک میکنه، بن غذا میده، مسکن در اختیارتون میگذاره، بیمه رایگان از سر تا پا براتون فراهم میکنه و کاریابی هم باش میاد. شما اونجا مشکلی نخواهید داشت خانم، خاطرتون جمع باشه عزیزم، نگران نباشید از این بابت. فقط مشکل از ایرانه که ما چطور بیایم بیرون، که اونم من در خدمتتون هستم. خواهش رو کنم با تور باید از ایران خارج بشیم بیام ارمنستان؟ نه، ما اونجا در تهران در شهرهای بزرگ ایران گروه تشکیل میدیم و بله. دوستان رو میفرستیم در یک مکانی، حالا اسمشو نمیارم، اونجا همه دوستان جمع میشن، گروه از ایران خارج میکنیم، اتوبوس زمینی از ایران میاد ارمنستان، 3 شب مهمون ما هستین، در اون 3 شب ویزا رو آقای هنریک در میارن که از همونجا هم پرواز مستقیم به کانادا دارین که ما اینجا هستیم در خدمتتون. خواهش میکنم عزیزم، خواهش میکنم. من میگم من تو اولین بار برنامه شما رو میبینم، حالا یه مشورت میکنم بزنی جمع جور کنم بتونم خونمو سریع آبش کنم در بریم. ما که یه سری جایزه شدیم چون ما آبادانی هستیم. بله بله بله، حوصله جنگ دومو نداریم. نه و این جنگ خواهش میکنم، منم خیلی خوشحال شدم، قربونتون برم، لطف کردید عزیزم، شبتون بخیر عزیزم. میریم با هموطن بعدی تلفن مرد جواب سوال جواب میدیم.